الحمد لله الحمد لله وحده السلام علی من لا نبی بعد. سلام بر شما بینندگان عزیز و گرامی. برنامه امروز صبح کلمه درباره مشکلی است که میلیون ها ایرانی به اون دوچارن. راه حلی برای این مشکل اگر خدا بخواد میخوام که برای شما عرض کنم. نصف جمعیت ایران مرد و نصفش زن، و از این نصف مرد نصفش کودک، نصفش بزرگسال، و از این یک چهارم بزرگسال میلیون ها نفر معتاد به مواد مخدر هستند. دولت تا 2 میلیون رو قبول داره، منتها آمارهای دیگه این رو تا 10 میلیون هم میگن. حالا بگیم اغراقه تا 5 میلیون رو میشه باور کرد. این یک مصیبت بزرگه. اعتیاد باعث میشه که خانواده ها تشکیل نشه، دخترها بدون شوهر باقی بمونن، باعث میشه که خانواده ها از هم بپاشه، طلاق زیاد بشه، باعث میشه که کشور از هم بپاشه و متاسفانه در کشور ما زیاده. حالا ما نمیخوایم بریم بگیم که چرا زیاده و عاملش چیست. طبعا عاملش معلومه، بیشک دولت یکی از عوامل اصلی است و در دعواهای بین خودشون همدیگر رسوا هم کردند. آقای احمدی نژاد رئیس جمهور ایران خیلی سریع در جلوی رهبران سپاه اونها را قاشقچی خطاب کرد و در یک مجلس عمومی، در یک مجلسی که ثبت شد حرفایش و پخش شد. هر حال حالا ما دست ما به اساس نمیرسه. چی باید بکنیم به کسایی که برای کسایی که معتاد هستن؟ این صحبت این دوست عزیز ما قلب من رو آتیش زد و مطمئن هستم که شما رو هم ناراحت خواهد کرد. و این مشکل یک نفر نیست، مشکل دو نفر نیست. مشکل این دوست رو اول بشنویم. من یه مشکلی دارم واسه دیدی. من معتادم، هرکی سعی میکنم ترک کنم نمیتونم. نماز میخونم، میترسم نمازم دچار مشکل بشه به خاطر اعتیاد. امسال نتونستم روزم رو کامل بگیرم. میخواستم یه برنامه در مورد مواد مخدر بذارید و من کسایی که مثل من هستن راهنمایی کنید چجوری مشکلشون رو حل کنن، چجوری بهتر زندگی کنن. خیلی لطف میکنید. خدا انا لله و انا الیه راجعون. البته برادر عزیز، جوان عزیز، راه هست. مطمئن باشید که راه هست و من الان برای شما راه را عرض می کنم. اول این است که اونایی که البته شما که دیگه آلوده شدید، اونهایی که آلوده نیستن بدونن، چون که یک چیزی هست که انسان وقتی یک چیزی رو حرام بدونه اصلا بهش نزدیک نمیشه، حداقل یک قشری از جامعه بهش نزدیک نمیشه. مثال افرادی مثل من، چای رو مثال نه حرام نمیدونیم دیگه، حرام هم نیست. خب چای میخوریم در حالی که شاید بعضی ضررها رو داشته باشه، منتها چون که حرام نیست روزانه شاید که چند استکان چای بخوریم. اما شراب که در دین ما حرامه اصلا بهش نزدیکم نمیشیم، لبم نمیزنیم، بدمون هم میاد. پس حرام دونستنه مواد مخدر لازمه، چون در بعضی از شیاطین در بعضی از فتواها بازی کردن که آقا نمیدونم کاشتش حلاله، نمیدونم، در حالی که ما میدونیم این کاشت برای این است که به مصرف مواد مخدر برسه. یا بعضیا فکر میکنن که مثال کمش ضرر نداره. نه، ضرر داره و حرامه، چرا که از خبائث است. و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. خداوند پیامبر رو فرستاده تا حلال کنه طیبات رو، حرام کنه خبائث رو. هر کس میدونه که این خبث است، پلیدیست، بدیست، مواد مخدر. پس این رو اول در ذهنتون فرو ببرید. اونایی که آلوده نشدن که این حرام قطعی است. از شراب هم بدتره، هست از شراب بدتر و هست از زنا بدتر. پس این رو بدونید. اما راه های چاره یکیش همین بود. این برای کسایی است که هنوز آلوده نشدن. اما برای کسایی که آلوده شدن مثل این برادر عزیز ما، راه ها زیاده. راه اول این است که ببینید علم دائما در حال پیشرفت. با
خوب توجه کنید این رو. روز به روز علم در حال پیشرفته. ما متوجه باشیم که راههایی کشف شده و داره میشه و الان هم شاید شده باشه ما خبر نداریم. دائما به دکترها مراجعه کنیم و از اونها به اندازه توان مالی که داریم از اونها راهنمایی بخوایم که چگونه میشه این رو ترک کرد. دواهایی هست که جایگزین میشه و احساس کاذب به انسان دست میده که انسان به اصطلاح نیاز پیدا نمیکنه به مواد مخدر. لذا حتما به دکترها مراجعه کنید. اگر شما 2 سال قبل مراجعه کردید نتیجه نگرفتید، باز امسال مراجعه کنید، باز امروز مراجعه کنید. چرا؟ برای اینکه علم به سرعت در حال پیشرفت. پیامبر فرمود هیچ بیماری نیست که برایش علاجی نباشه. اینم یک بیماریه دیگه، یا بیماری نفسی است، روحی است، یا بیماری جسمی است، یا هر دوش. بالاخره دکترها براش راهی پیدا میکنن، البته به اذن الله. و غیر از این شما میتونید در اینترنت هم اگر جستجو کنید، ماشاءالله به قول بیل گیتس اینترنت خودش بزرگترین دانشگاه است، خیلی چیزها رو میتونه بهتون نشون بده. خودتون باید کوشش کنید و چیزی رو پیدا کنید. روی دکترا گفتم به این خاطر گفتم که ببینید، من یادم میاد برادری داشتم، برادری دارم الحمدلله، که ایشون یک باری یک وقتی طبق شنیده دیگه، من که سالهاست در ایران نیستم، طبق روایتی که از مادر خود شنیدم، ایشون یک روزی دید که چشمش ضعیف شده، رفت به دکتر. دکتر بهش گفت که تو بیماری نمیدونم یک اسمی گره، گفت که تو به این بیماری دچار شده و کور خواهی شد. باور نمیکرد یک جوان سالم رعنا و سرزنده. رفت پیش دکتر دوم، همینو شنید. پیش سوم همینو شنید، به طوری که روحیه خود از دست داد و بینایش بهش گفتن تو کم میشه، بینایش شروع شد به کم شدن. این چه بیماریه؟ حتی که روحیه خود از دست داد و جوان نشست و گریه کرد که کور، کوری دیگه چه چیز بزرگی است. دیگه یکی دلش به اصطلاح به رحم اومد، بهش گفت بابا برو پیش فلان دکتر. حالا پیش همه دکترها رفته، ناامید شده. فلان دکتر برو که تازه از اسپانیا اومده، شاید که اون چیزی بدونه، اونم متخصص چشمه. دیگه از روی ناامیدی که اصلا امیدم نداشتن پیش اون دکتر رفتن. اون نسخه‌های دکتر دیگر نشون دادن که تو کور میشی و اون گفت تو علاج میشی. گفت که دکتر همه گفتن تو کور میشی. میگه دکتر خندید گفت راست میگه. راست میگفتن. میگه من این تازه کشف شده علاج این بیماری و منم متخصص در همین هستم. یعنی دکترای دیگه هم حتی نمیدونستن که این بیماری علاج داره. اون تازه اومده بود از اسپانیا. و تخصصش هم در همین بیماری بود. و برایش به اصطلاح دواهای تجویز کرد که زیر پلک میزد. البته دواهای گرونی بود، اما به هر حال خوب شد. پس ناامید نشید و به دکترای متخصص، خصوصا اونایی که جدیدن به اصطلاح تخصص گرفتن، و از به اونها مراجعه کنید و حتما، یا اون دکترایی که تخصص خود رو تجدید میکنن، چون بعضی دکترها هستن که دائما مطالعه میکنن و شاید راه حلی پیدا بشه. پس این رو فراموش نکنید. راه حلی هم هست، راه حلی هم هست و دواهایی هست. دوم، دعا کردن رو فراموش نکنید. ببینید با دعا شما به الله، من به هر مشکلی دعا رو تجویز می کنم. شما به خدا رجوع کنید و از الله بخواید که به شما کمک کنه. کارهای ناممکن در دعا ممکن میشه. ما که در زندگی هجرت اومدیم، برای ما بعضی چیزا واقعا ناممکن بود، اما الله به ما به خاطر همین دعا کمک کرد. خداوند با دعا به بنده خود نزدیک میشه، از بنده خود راضی میشه و خداوند میتونه بدون اسبابم کار کنه. کار دیگه ای که میتونید بکنید این است که پدر مادر، این جوانو دارم عرض میکنم، ببین همه اینا رو بنویس. پدر مادر دعاش مستجابه. صادق باش با اونا، بگو که پدر جان، مادر جان، یا به هر کسی که باشم عزیز شماست، بگو که من دچار این بیماری شدم. پنهان نکن، میخوام ترکش کنم، کمکم کنید. و اول از همه برام دعا کنید. دعای پدر مادر دیگه مستجاب در مستجاب. لذا از اونها کمک بخواید. عوض اینکه عصبانیت نشون بدید، عوض اینکه مشکل خود رو قبول نکنید، مشکل رو قبول کنید، بگید که من حالا در به توسط تناب مواد مخدر پیچیده شدم، نمیتونم خود نجات بدم، شما من نجات بدید. خودتون رو قبول کنید مشکل رو، اعتراف کنید به مشکل پیش عزیزان خود، نه پیش کسایی که شما رو سرزنش میکنن که کار از کار بدتر میشه. اونا رو نگید، کسایی رو بگید که میدونید دلسوز شما هستن. هیچ کس مثل پدر مادر دلسوز نیست، مثل برادر و خواهر دلسوز نیستم، مثل زن دلسوز نیست. بذار این مشکل رو با اونا مطرح کنید، تا که تنهای انسان نمیتونه مشکل حل کنه، و از اونها دعا بخواید.
علاوه بر اینکه کمک های دیگه هم میتونم به شما بکنم. من یک راه حل عالی بهتون نشون میدم. راه حل عالی این است که پیغمبر ما فرموده، شما چون که گفتید که من دچار عذاب وجدانم هستم، نمازم میتونم گاهی میخونم توجه ندارم، نماز حالا الحمدلله میخونید، و این البته خیلی خوبه که شما تسلیم مریض مرض نشدید، این خیلی خوبه، حالا کوشش میکنید، این خودش یک راه علاجه. یکی بهترین از راه علاج این است که انسان تسلیم مشکلات نشه، باش مبارزه کنه. گفتید بعضی روزه رو گرفتید و برخی رو نتونستید بگیرید، بازم کار خوبی شد اینکه به طور کلی ترکش نکردید. این به طور کلی ترک کردن خطرناک، ناامید شدن خطرناکه. خب پیامبر فرمودن که این حدیث از کتب مختلف هست، این رو از حضرت بلال براتون نقل میکنم، علیکم به قیام لیل، شما رو باد، بر شما باد که نماز شب بخونید. شاید بگید چه ربطی به مرض من داره؟ پیامبر فرموده که چه ربطی به بیماری شما داره. فرموده اولا که این عادت صالحین قبل از شما بوده، آدم های صالح. شما میخواد آدم صالحی بشید دیگه، مگه نمیخواد؟ خب میخواد اینو ترک کنید انسان صالحی بشید. پیامبر فرمودن که این عادت صالحین قبل از شماست، یعنی شما با انجام دادن این، یکی از عادات صالحین که از شما گذشته شما بودن، حضرت علی بود، حضرت عمر بود، تابعین بودن، بزرگان بودن، رو گرفتید که نماز شب بخونید، چون که این عادت صالحین و پیغمبرها بوده. خب بعدش قربتون الالله است، نماز شب شما رو به الله نزدیک میکنه، شما به کمک احتیاج دارید. یک فایده دیگه هست، چرا که علیکم قیام اللیل، چرا که شما رو به خداوند نزدیک میکنه. و منهاتون عن الاسم، شما دچار گناه هستید، علاج پیغمبره دیگه، من که نمیگم، پیامبر فرموده شما دچار گناه هستید، اعتیاد یک گناه است، فرموده که نماز شب شما رو از گناه باز میداره. حالا چجوری؟ شما آزمایش کنید ببینید دیگه. دیگه فایدهش چیه؟ یکی گفتم عادت صالحین شما رو صالح میکنه، یکی دیگه این گفتم شما رو به الله نزدیک میکنه. سومین فایده ای که پیامبر فرمود و حدیث صحیح هست، این حدیثی که عرض میکنم، این است که شما رو از گناه باز میداره. فایده چهارم از این بهتر، خب شما با اعتیاد دچار به اصطلاح گناه شدید دیگه، حالا میخواد این گناه رو دور کنید. فرمودن پیامبر به فایده چهارمش این است، و تکفیر لسیئات، از بدی ها، این بدی های شما رو پاک میکنه، مثل که پاک کن نوشته رو پاک میکنه. نماز شب بدی هایی که شما در روز انجام دادید، از جمله این بدی رو و بدی های دیگر رو، بدی اعتیاد رو، مثلا کشیدن حشیش و غیره و ذالک رو، از شما پاک میکنه. شما چی میخوای؟ خب میخوای که از گناه شما رو پاک بشید، خدا پاکت میکنه با نماز شب. و دیگه مطردتون لدای عن الجسد، اعتیاد شما رو دچار بیماری کرده دیگه، ضعیفتون کرده، عصبیتون کرده. این فایده پنجم نماز شب این است که مرض رو از بدن شما دور میکنه، یعنی چیزی که با بلایی که سر روز سر خدا آوردید با نماز شب از شما دور میشه. تحقیقات علمی امروز هم ثابت کرده که نماز شب خوندن فشار خون، کلسترول و خیلی چیزا، حتی مرض قند رو کم و از بین میبره. خیلی فایده دیگه برایش ثابت شده به صورت علمی، حالا بحث امروز ما نیست. این حدیث، حدیث صحیح هست، ابو دردا، ابو امه، حضرت بلال، حضرت سلمان، حضرت جابر بن عبدالله، در کتب مختلف روایتش اومده و علمای بعد از اون گفتن که این حدیث صحیح هست. در جای این حدیث که براتون گفتم صحیح است. برای تشویق شما یک علاج کلی براتون گفتم، شما بلند شید شب 8 رکعت نماز شب، کم و بیش اگر نمیتونید 2 رکعت بخونید، کوتاه بخونید و نماز وتر هم که میخونید دیگه، 8 رکعت نماز شب رو بخونید، یا کمتر یا زیادتر، هر جوری که به اصطلاح سنتش 8 ده، اگه 2 هم بخونید قبوله. پس به این صورت شما 5 فایده رو میگیرید، یکیش این است که اعتیاد رو ترک میکنید. مطمئن باشید که شما نماز شب رو ادامه بدید، از من راه حل خواستید، من هم راه حل رو از زبان پیامبر براتون گفتم، از حدیث صحیح پیامبر. حضرت ابن عمر میگه که من میدیدم مردم میان پیش پیغمبر خوابای خودشون رو میگن، آرزو داشتم که خوابی ببینم و این رو برای پیامبر تعریف کنم. این حدیث در بخاری است. میگه یک شب خواب، میگه جوان سال بودم و 15-16 سال سنم بود،
میگه یک شب خواب دیدم که من خوابیدم و به اصطلاح در مسجد خوابیده بودم، در خواب در مسجد خوابیده بودم و این خواب رو دیدم که دو تا فرشته اومدن منو گرفتن بردن طرف آتش، در یک چای دیدم که در داخل چای دی افتاده بودن و من خیلی ترسیدم، گفتم و با همینطور پی در پی میگفتم اعوذ بالله من النار، اعوذ بالله من النار، اعوذ بالله من النار. میگه دو فرشته به من گفتن که چه خبرته، تو نترس، داخل این نمیافتی و نجات پیدا میکنی. میگه بیدار که شدم این خواب رو برای پیامبر تعریف نکردم، برای خواهرم حفصه تعریف کردم. حفصه کیه؟ ام مؤمنین حفصه، زن پیامبر، مادر مؤمنان. میگه برای خواهرم تعریف کردم، خواهرم میگه برای رسول الله تعریف کرد این خواب رو و حضرت پیامبر فرمود که نعم الرجل عبدالله، عبدالله ابن عمر رو گفت و عبدالله عمر مرد خیلی جوان خیلی خوبیه، به شرطی که لو کان یصلی من اللیل، به شرطی که نماز شب بخونه. حضرت عبدالله ابن عمر میگه بعد از اون نماز شب رو ترک نکردم و همیشه خوندم. حضرت عبدالله ابن عمر دیگه محبوب اهل بیت هم بوده، دوست نزدیک حضرت حسین بوده و مرد صالحی بوده به فرموده پیامبر. این حدیث هم در صحیح بخاری است که دیگه صحیح هست. خب پس نماز شب یک علاج است و در نماز شب شما میتونید دعا کنید. چرا در نماز شب شما به الله نزدیک میشید؟ بیشترین وقتی که به خدا به بنده خود نزدیک است کی است؟ در وقت ثلث آخر شبه، یعنی از ساعت 1:30 به بعد، در این وقت ما و تا صبح. و دیگه این که شما وقتی به سجده میرید شما به خدا نزدیک میشید، هم خدا به شما نزدیک، هم شما به خدا نزدیک، و در سجده شما میتونید دعا کنید. و گفتم دیگه در دعا در نماز نفلی حالا شما میتونید، اصلا بهتر است که به عربی دعا کنید، اگر نتونستید میتونید در بعضی از سجده ها به زبانی که میدونید دعا کنید و از خدا بخواید که خدای من رو از این بلایی که بر من بهش دچار هستم نجات بده، و یقین بدونید که نجات پیدا میکنید و خود نماز شب شما رو نجات خواهد داد. خب دیگه شما اراده میکنید به ترک اینا، دیگه چیزهایی هست که اینو که حدیث براتون گفتم، حالا بعضی از چیزهایی که به اصطلاح فن زندگی است و قبل از شما بقیه مردم آزمایش کردن بهش موفق شدن براتون عرض میکنم. یکی این است که شما اراده میکنید، دیگه اراده میکنید به ترکش، ولیکن در اراده خود شکست میخورید. خب این یادت باشه که هرگز منتظر 100% نباشی. من برنامه‌ای در این باره هم گذاشته بودم. ببین شما یک ساعت هم به عقب بندازی کشیدن همین حشیش یا هر چیزی که بهش دچار هستی، یک ساعت هم شما اجر گرفتی از الله. کوشش بکن. اگر تو یک روز سیگار نکشیدی، خب یک روز نکشیدی، اینکه فردا باز کشیدی تو نگو ای بابا من اراده خود شکست خوردم. اینطوری بگو که من یک روز تونستم شیطان رو شکست بدم. منتظر 100% در زندگی نباش. یک دفعه حمله کن به شیطان، یک روز پیروز میشی، یک دفعه دیگه حمله کن، دو روز پیروز میشی، یک دفعه شیطان حمله میکنه تو رو به طور کلی شکست میده، ولی جنگ رو ادامه بده، آخر برنده تو هستی. این یادت باشه. ولی انسان معمولا وقتی شکست میخوره که بگه آقا من چرا 100% پیروز نشدم. این همیشه یادتون باشه که 100% محال است. خیلی پهلوانا رو همین شیطان به زمین زده، اما اون پهلوانا اینطور پهلوان بودن که باز بلند شدن. خورشید که از مغرب طلوع نکرده میگه من توبه میکنم. دیگه نماز شب که استغفار است، استغفار رو ادامه بدی. شما ببینید خداوند فرموده است که انه یحب التوابین، ان الله یحب التوابین. خداوند تواب رو دوست داره. تواب کیه؟ کسی که خدا دوست داره. شمایی که برادر عزیزی که به ما در اول برنامه گفتی که به من کمک کنید، شما میدونی که خدا شما رو دوست داره. چرا؟ برای اینکه معتاد هستی، برای اینکه شما گناه میکنی توبه میکنی. تواب یعنی این دیگه، گناه میکنه توبه میکنه، گناه میکنه توبه میکنه. این شخص رو خدا دوست داره، خودش فرموده که این محبوب منه. پس شما به یک معنی محبوب الله هستی وقتی که توبه میکنی گناه میکنی و توبه میکنی گناه میکنی، محبوب الله هستی. پس ادامه بده، چون که محبوب الله هستی الله تو رو نجات خواهد داد، یقین بدون، به شرطی که ناامید نشی. دیگه ببینید دشمنی کن با کی؟ اول با شیطان سعی کن که راضیش نکنه. خب بگو نمیتونم، عیب ندار. دشمنی کن با کسی که بهت میفروشه. ها به پلیس معرفیش کن. خودت رای خودت ببند، نمیگم حالا خیانت کن بهش،
روز اول بهش بگو که اگه باز پیش من اومدی من به پلیس معرفی میکنم، هرچند که خیانت هم نیست، چرا که اون ظالمه داره مردم رو بدبخت میکنه. کسی که به راه رسیدن به مواد مخدر رو ببند. اگه دوستت برات میاره بگو دیگه برای من آوردی، از من گله نکنی، من تو رو به پلیس معرفی میکنم، دیگه از تو فرار میکنه. هم هر کس که میاره اون رو بگو، اگه آورد باز معرفیش کن، وقتی که توبه کردی معرفیش کن بذار بره. متوجه هستید؟ لذا اینم یک راست، یعنی راه رسیدن. حالا شما نمیخوای این لیوان آب بخوری، خب یک راهش این است که این جلوت نباشه. هر کس که برات میاره بگو آقا من تو رو به پلیس معرفی میکنم، دیگه اون مردم از شما فرار میکنه. خود به خود که دستت به گناه نرسه گناه نمیکنی. و دیگه این که شما بدون به هر حال اگر رفیقی داری سعی کن برای اینکه اون رفیقت هم با خودت بگو که بیا با هم ترک کنیم مثال. و ولی اینم بهش بگو که اگه باز بر من آوردی من تو رو رسوا میکنم مثال. به این ترتیب خودت راه خودت رو، وقتی آلات لهو لهب نباشه، آلات گناه نباشه، انسان گناه نمیتونه بکنه دیگه. در صورت انسان میتونه گناه بکنه، مثال حالا شما روزه داری، وسوسه میشه که روزه تو بشکنی، غذا که نباشه خب نمیتونی بشکنی، درسته؟ پس اینم یک راست که این البته فایده داره. البته باید خیانت انسان نکنه به مردمی که باهاش هستن، اونا رو اول دعوت به توبه بده. اگر که توبه نکردن و آزار دادن باید که اینها رو به پلیس معرفی کنه، و به شرط که پلیس هم پلیس باشه. ما که میدونیم متاسفانه جای گریه داره، آدم سرش هم به دیوار بزنه در اینجا حق داره، که همون که باید امین ملت باشه متاسفانه بخشش امین نیست. اگر دولت بخواد به راحتی میتونه این رو ببنده. میلیون ها نفر آلوده هستن، دولت به هر حال مسئوله، واقعا مسئول بزرگی است. من نمیدونم روز قیامت چه خواهد گفت. حالا یک پدری بچه‌هاش به مواد مخدر آلوده کنه، در روز قیامت مسئول نیست؟ دولت یک کشوری، رهبران یک کشوری مثل پدر و بچه جوان ها، اونم جوان ها هستن دیگه، پدر جوان ها هستن، باید که از خدا بترسن. و از اینا که به آخرت ایمان دارن چرا از خدا نمیترسن؟ به راحتی میشه جلوش گرفت، راحتی میشه جلوش گرفت، ولی تو دنیا این اراده نیست که بخون جلوش بگیر. خب یک رای دیگه که تو یک از برنامه بهتون گفته بودم، چون که شیطان این کار رو بالاخره، یک معنیش عادت، یک معنیش این است که شیطان شما رو وسوسه میکنه. گفتم شیطان، فرشته، اینا موجودات حقیقی هستن. شیطان حقیقتا میاد شما رو وسوسه میکنه، شما ضعیف هم هستی، از این باب وارد میشه، از این در وارد میشه. من یک دفعه گفته بودم اگر شیطان شما رو به این گناه انداخت، شما یک کاری که دوست داری بکنی، مثلا نماز خوندن دوست داری، با خودت عهد کن که اگر من هر وقت تریاک کشیدم بلند میشم 20 رکعت نماز بخونم، اگه نه مثلا صدقه میدم اینقدر، اگه نه مثلا میرم خدمت به یک نفر میکنم، اگه نه مثال 1000 دفعه میگم، 100 دفعه میگم، 200 دفعه میگم، ذکر الله رو میگم، سبحان الله و بحمده میگم. چیزی که براتون آسونه، هر وقت که دوچار وسوسه شیطان در این مرض اعتیاد شدی، برو اعتیاد کارتی که کردی تموم شد، عقلت به سر جاش برگشت، بیا و مثال 20 رکعت نماز بخون، یا مثال یک کار خوب بکن، پولی در راه خدا بده، این کار رو در مقابل اون قرار بده. و البته سعی کن که این کاری کمی بزرگ باشه، اما کاری باشه که بهش علاقه داری. یه دفعه در این مورد مفصل صحبت کرده بودم. بهترین چیزی که من بهتون پیشنهاد میکنم، یکی از پیشنهادهای منه، خودتون هر کاری که دوست دارید، این است که وقتی که دچار گناهی شدید که مثل همین گناه مواد مخدر یا هر گناه شبیه به این، 100 بار، 200 بار تا 1000 بار کلمات اربعه رو بگید. چرا؟ این کلمات پیش خداوند خیلی محبوبه. سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. این رو 1000 بار، 100 بار، 200 بار، 300 بار خود رو موظف کنید. آسون هم است دیگه. بعد از هر وقت این گناه رو مرتکب شدید انجام بدید. فایده چیست؟ فایدهش این است که شیطان که نمیخواد شما لذت ببرید. شیطان اگر میدونست که شما از مثال از مواد مخدر یا از شراب خوردن لذت میبری، همون شراب از شما دور میکرد. شیطان دشمن شماست. اما شیطان میخواد که با خوردن این آخرت شما خراب بشه. اون در پی این نیست که شما مواد مخدر مصرف کنید، اون میخواد آخرت شما رو خراب کنه. وقتی شما عمل خیری رو بعد از این عمل شر انجام میدید، خب توجه کنید، این حرف دست کم نگیرید. شیطان میگه ای بابا من که بدبخت شدم، این کار خوب رو بعد از این کار بد میکنه. حالا اگر تریاک کشید بعدش توبه میکنه، بعدش میاد 1000 دفعه استغفار میکنه، خب این که همش ثواب شد، این که بهشت میره، ولت میکنه. وسوسه شیطان در این کار از بین میره و ترک میکنه. شیطان عاجز میشه. البته دو سه بار شاید شما رو، یا 10 بار شاید شما رو باز وسوسه کنه که شاید ناامید بشی، اما شما از جریمه کردن خودت ناامید نشو. اما اون جریمه ای رو بکن که بهش علاقه داری.
و خود سخت نگیری که آقا من در روز روزه میگیرم، اونو که نمیتونی انجام بدی. نه، یه چیزی که میتونی انجام بدی و بهش علاقه داری، بعد از هر گناه اون خوبی رو انجام بده. چرا؟ خوبی بدی رو از بین میبره. اول برنامه عرض کردم که از فامیل کمک بگیرید. اگر همسر دارید از همسر کمک بگیرید. اگر همسر ندارید، یعنی بتونید عروسی کنید خیلی خوبه. چرا که زن کمک میکنه به انسان. چرا زن مکمل میکنه انسان رو. انسان میتونه پریشانی ناراحتی خود رو به اصطلاح با همسر خود نصف کنه، بلکه اصلا آرامش پیدا میکنه. اصلا مردم که دنبال این چیزا میرن، دنبال آرامش میرن دیگه. فکر میکنن که در تریاک و در حشیش و در هروئین آرامش هست. اگر بتونید به هر طریقی، اگر عروسی نمیتونید بکنید نامزد بشید. عشان که من هرگز نامزدی رو تجویز نمیکنم، عروسی رو تجویز میکنم، اما برای حالتای مثل حالت شما نامزد بشید هم خیلی بهتون کمک میکنه. البته صادق باشید به همسرتون، از اون پنهان نکنید، از اول بگید من این مشکل دارم، به من کمک کن. و ببینید که کمک زن، گفتم پشت هر مرد بزرگی زن بزرگی است. و زنها میتونن، البته باید خودشون هم علم داشته باشن که چطور باید با یک انسانی که مریض هست رفتار بشه. چون که معتاد در اصل مریضه، خصوصا معتادی که میخواد ترک کنه، اون یک بیماری هست که بیماری در جونش رفته. اگه کسی بهش کمک نکنه یا غلط برخورد کنه، به اندازه اون گناهکار هست. از انس عزیز بپرسم که چقدر وقت داریم؟ چقدر؟ بله، بس وقت ما کمه، باید این رو برای روزهای بعد بگیم. فقط بعضی نکتای جالبی که فکر میکنم که برای دیگه میمونه برای روزهای بعد، چون که وقت ما کمه. یک میان برنامه رو ببینیم و بعضی از پیام ها. اسمع يا أخي الغالي، إذا خسرت أموالك استعن بالصلاة، إذا مات الولد استعن بالصلاة، إذا صار بينك وبين زوجتك خلاف استعن بالصلاة، إذا ما وجدت وظيفة استعن بالصلاة، إذا نزلت بك مصيبة استعن بالصلاة، إذا ما استطعت أن تفهم آية في القرآن استعن بالصلاة، إذا ما تذكرت حديث قد جاء في حياتك استعن بالصلاة، إذا لم تجد بيئة صالحة استعن بالصلاة، إذا وجدت في قلبك ضيقة استعن بالصلاة، إذا نفر الناس منك استعن بالصلاة، إذا جفت أعينك من الدموع الخاشعة استعن بالصلاة، إذا آذاك الناس استعن بالصلاة. وين يا أخوة الكرام من هذه الآية؟ تنزل علينا الكرب وتأتي علينا المصائب، وتموت الزوجة ويموت الوالدين ويموتون الأبناء وتتفرق الأسر وتطلق النساء. من منا يقبل على المسجد ساجدا راكعا لله وهو يستشعر استعينوا بالصبر والصلاة؟ سلامی دوباره به شما بینندگان عزیز. رحمت الله حامل شامل حال همه شما باد. ما امروز این برنامه رو که داریم میگیم روز چهارشنبه است و قرار است که برای روز پنجشنبه و جمعه پخش بشه. پنجشنبه اولین بار و جمعه تکرارش. و این رو خواستم یادآوری کنم. حالا بعضی پیام این کوشش میکنیم که باز در روز شنبه اگر که برنامه های ما تغییر نکرد، بخش دوم رو از همین مسئله اعتیاد رو، رای حل ها و راهکارهایی که هست برای ترک، چرا که یک بیماری است که میلیون ها نفر بهش دچار هستند رو، چون که بعضی از مطالب ناگفته مان، در روز شنبه خدمت شما عرض می کنم. و الان بعضی از پیام ها.
سلام، خسته نباشید. علیکم محمد سلام. محمد هستم از تهران. بله. من 19 سالگی ازدواج کردم. بعد در سن 20 سالگی مادرم مریض شد، ولی خیلی اذیتش کردم. در سن 20 سالگی هم مادرم فوت کرد. الان خیلی پشیمونم هستم، خیلی هر روز خودم رو سرزنش میکنم. لطفا کمک هم کنید جبران کنم. از برنامهتون خیلی ممنونم. خدا خداوند مادر شما رو رحمت کنه و بهشت رو نصیبش کنه و بینندگان عزیزم آمین بگن. این اولین فایده است برای مادر شما که شما پشیمون شدید و همین پشیمونی باعث شد که ما برای ایشون دعا کنیم و بینندگان بیشماری هم آمین بگن. ببینید، پشیمانی خودش توبه است. گذشته دیگه حالا شما دستتون نمیرسه. شما به همین که فکر میکنید، خوب توجه کنید الله چقدر مهربونه. شما به این فکر میکنید که اگه مادرم زنده بود من اون جهالت رو انجام نمیدادم، هم خدا به شما اجر میده که اگر میبود من این کار رو میکردم. اون اگرش نیت شما برای شما اجر داره. اما میگید بله درسته، اما من پشیمونم، مادرم رو زجر دادم. بازم من به شما یک مژده میدم که در قیامت مادر به خاطر بدون که به تو ضرری برسه، پیش خداوند به خاطر اینکه مبتلا شد به پسر نافرمانی مثل شما، پاداش خواهد گرفت. چرا؟ انسان هر ابتلایی که در دنیا میبینه یا گناهش میریزه یا اینکه خداوند براش پاداش میده. شما که توبه کردی از مجازات به اسلام معاف میشی و مادر شما اجر میگیره. پس همین نافرمانی هم اینطور الله ما داریم که به سود مادر شما شد. من حدیثی شنیدم، حالا سندش نمیدونم، ولیکن معنی حدیث این است که انسان وقتی که پاداش خود رو در برابر بلاها در بهشت میبینه، دوست میداره که در دنیا کاش بدنش رو با قیچی میبریدم. یعنی اینقدر پاداش ها بزرگه. پس شما نگران مادرتون هم نباشید، اما هنوز هم شما فرصت دارید، چند فرصت دارید که اجر کسی که به مادر خود نیکی میکنه رو بگیرید. یعنی فرصت ها هرگز از دست نمیره. یکی این است که براش دعا کنید، به هر دعای شما اجر میگیرید و اون دعا به مادر شما میرسه. دعای شما رو خداوند انشاءالله قبول میکنه. چرا؟ دعای خالصانه است. شما از مادر خود چیزی نمیخواید. زهر و غیب از دعای ولد صالح هم در حدیث داریم که برای مادر قبول میشه. شما که برای مادرتون دعا میکنید صالح شدی، پس ولد صالح هستی، فرزند صالح هستی، الله قبول میکنه. دیگه این است که فامیلای مادرت رو، خاله رو، اونها رو به اصطلاح حالا احترام کنی، به اونا نیکی کنی، احسان کنی. اینم از جمله بر الوالدین میاد و خداوند به شما ثوابش می نویسه. این دوتا دیگه بازم راه داره، دیگه بازم هست. بله، دیگه این است که شما به خاطر این پشیمانی از خدا اجر می گیرین. یاد باشه که خود پشیمانی اجر است. حالا این کنار بذاریم. اما راه دیگه این است که دال الخیر که فاعل پیامبر فرموده، کسی که امر به خیری میکنه ثواب اون رو میگیره. شما به مردم دیگه میشینی، جوانای دیگه، آدمای دیگه، بهشون میگی که فلانیا من قدر مادرمو ندونستم. شما بدونید اون که بعد به حرف شما به مادر خود احترام کنه، این ثوابی که برای اون خدا می نویسه برای شما می نویسه. دال الخیر که فاعله، یعنی این که هر کس یک کسی رو به کار نیکی دعوت کنه، اون که نیکی رو انجام بده، اون که ثوابش رو می گیره دربار خدا که بزرگه، خزانه رحمت خدا که عظیمه، ثواب اون آدم که نیکی کرده کم نمیشه. ثواب نیکی مادر خود رو می گیره که به مادر خود نیکی کرده. اما شما به خاطر اینکه اون رو تشویق کردی اجر می گیری. پس ای برادر عزیز، خود رو ملامت نکن. و بعد شما جوان بودی، خداوند به جوانا سخت نمیگیره. من شنیدم، حالا باید حدیثش پیدا کنم، که بعد از 40 سالگی سخت میگیره و در 60 سالگی دیگه بیشتر سخت میگیره. یعنی در جوانا رو خداوند میدونه که جوان جاهله و ازش میگذره، خصوصا بعد از توبه. بیننده بعدی، بله، این خواهر ما البته خواستم برنامه ادامه پیدا کنه. سلام، خسته نباشید آقای استاد سجودی. علیکم السلام. خیلی ممنون از برنامه های خوبتون. امروز شنیدم که گفتید شاید برنامه صبح کلمه نباشه. خواهش میکنم این برنامه رو ادامه بدید. واقعا برنامه آموزنده و خوبی هست و به قول شما تکرار هست، حداقلش یادآوری هست، حتی اگر خیلی ها بدونن این مسائل رو. برای ما روزمره یادآوری میشه و ما واقعا استفاده میکنیم. خواهش میکنم ازتون که این برنامه رو حتما ادامه بدید.
حالا توسط خودتون، توسط اساتید دیگه، ولی این برنامه آموزنده که اختلافی هم نیست و اکثر ما خودمون که اهل سنت هستیم بیشتر ازش استفاده میبریم. شاید که خیلی برنامه های اختلافی نمیگم به درد ماها نخوره، ولی که خیلی شاید به درد ما، به کار ما نیاد، ولی ما این مسائلی که شما مطرح میکنید، احادیثی رو که میگید که دوباره یادآوری میشه برای خود ما که ما دور افتادیم از کتاب و از حدیث و از همه چی در ایران، برای ما خیلی که اهل سنت هستیم بهتره. یکی این و یکی این که کاش یه برنامه در رابطه با ارتباط با الله، چگونه ارتباط با الله برقرار کنیم، بذارید تو برنامه صبح کلمتون، یا یه برنامه جدا، من نمیدونم. در هر صورت این برنامه قشنگیه که در نور این برنامه رو دارن و شما هم اگر این برنامه رو بذارید ما ممنون میشیم که ما چجوری با خدای خودمون رابطه نزدیک و صمیمانه برقرار کنیم. من خودم مدتی شده که قبلا هم نماز میخوندم ولی انگار نماز هم روح نداشت. الان مدتی شده که من واقعا نماز که میخونم با خوشحالی به سمت نماز میرم و مدتی که خب با توجه به اینکه یه زن هستم و ممکنه عذر شرعی برام پیش بیاد، مدتی که فاصله که نماز نمیخونم واقعا برام سخته. احساس میکنم که دور شدم، با اینکه ذکر و اذکار اینا رو میگم ولی چون نمیتونم قرآن بخونم، چون نمیتونم نماز بخونم، خیلی احساس دلتنگی میکنم، احساس اینکه عجله میکنم که سریع پاک بشم و من دوباره نماز بخونم و این خیلی قشنگ و این احساس رو قبلا نداشتم و با شبکه های شما این احساس برای من متولور شده. واقعا ممنونم ازتون. خسته نباشید و خدا قوت. این برنامه های شما رو خیلی دوست دارم، خیلی قوت قلبه و خیلی در معنویات خودم و زندگی خودم تاثیر گذاشته. ممنونم ازتون. خدافظ. ما هم از شما ممنونیم خواهر عزیز و متشکریم از لطفی که ابراز فرمودید و دعا میکنیم که خداوند امثال شما رو در بین امت اسلامی زیاد کنه. الحمدلله زیادم هستن و رشک هم میبریم به شما، ابته هم میخوریم که به این مقام رسیدید که دلتون برای نماز تنگ میشه و دیگه شما باید ما رو نصیحت کنید، چون این مقام خیلی بالایی است. الحمدلله که به این مقام رسیدید. البته در مورد تعطیلی برنامه ها عرض کنم که ما قرار نبود برنامه رو تعطیل کنیم، قرار شد ساعتش عوض بشه. این فرموده شما درسته که مخاطبین اهل سنت باید اصلا مخاطب این برنامه باشن، چرا این تلویزیون برای اونهاست، این شبکه ها، و این رو دوستانی که مسئول هستند هم متوجه هستند. منتها اینها وقت برنامه رو به هم میریزن به شاید که کم و زیاد کنن. اینا همه در روز پنج شنبه معلوم میشه، یعنی روزی که شما دارید این برنامه رو میشنوید شبش، و چون که برنامه چهارشنبه ضبط میشه و روز پنجشنبه پخش میشه. به هر حال از شما خیلی ممنونیم و خوشحالیم و از لطفتون دوباره تشکر میکنیم. بیننده بعدی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خدا ما خدا به شما باد. امی سنت رسول مقبول صلی الله علیه و سلم از کادم وقت نان میگه بسم الله. اگر آدم بگه بسم الله الرحمن الرحیم دایی چی اشکالی داره؟ خدا آفر. ممنونم از شما خواهر عزیز. بله بسم الله میگم به حدیث صحیح از پیامبر داریم در ابو داوود، ترمذی و در بخاری که با دست راست بخور و بسم الله بگو. اما شما فرمودی که آدم بسم الله الرحمن الرحیم بگیم آیا اشکالی داره؟ ببینید در حدیث دیگه ما داریم که اگر فراموش کردید بگید بسم الله اوله و آخره، در وسطش بگید. اگر غذا میخورید بسم الله که بگید شیطان با شما نمیخوره. اگر که یادتون رفت در وسطش که بگید شیطان غذایی رو که خورده مجبور میشه استفراغ کنه و بره. حدیث ما داریم دیگه، به شیطان برکت اون غذا رو دیگه نمیتونه به اصطلاح شما بگیره اول اگه بسم الله بگید. اما شما فرمودید بسم الله الرحمن الرحیم، ظاهرا باید اشکالی نداشته باشه. در آیات بسم الله در آغاز هر سوره ای هست غیر از سوره توبه، ولیکن مسئله در این است که سنت پیامبر بسم الله بوده. البته در حدیث دیگه من دیدم، حالا سندش نمیدونم، که صفات الله را برده به کار اما بسم الله الرحمن الرحیم نگفتن تا اونجایی که من میدونم. لذا چه اشکالی داره که ما از سنت پیامبر، هرچند بسم الله الرحمن الرحیم کلمه عظیمی است، چه اشکالی داره که ما از سنت پیامبر پیروی کنیم؟ چرا؟ حالا فایده چیست؟ یک بار پیامبر یک روایتی رو، یک دعایی رو برای یک صحابی خود یاد دادن،
صحابی همون دعا رو گفت تکرار کن، تکرار کرد، به جای اینکه بگه رسول گفت نبی، یک چیز تقریبا پیامبر برش اصلاح کرد، نه همون رسول بگو، یا بالاخره اون کلمه ای که با هم مشابه بود رو پیامبر ازش قبول نکرد. تا اونجایی که آدم میتونه از سنت پیامبر پیروی کنه. یادم میاد که یکی از صحابی ها بود به نظر حضرت ابن عمر بود که در روزی در نماز عید دید که یک جمعی اومده داره سنت میخونه، قبل از نماز دو رکعت نفل میخونه. بهش گفت که آقا قبل از نماز نفل نیست در روز عید، بشین. یه آدم به اصطلاح باش مجادله کرد، گفت من گمان نمی کنم خداوند من رو به خاطر خوندن نماز نفل عذاب کنه. یعنی این چه حرفیه که من میزنم؟ دارم نماز میخونم. حضرت ابن عمر یا هر صحابی دیگه‌ای که بودن گفتن که اما خداوند تو رو به خاطر ترک سنت پیغمبر مؤاخذه خواهد کرد، چون که سنت پیامبر نیست که در روز عید نماز بخونه سنت نفل. لذا شما بسم الله الرحمن الرحیم گفتن شاید که اشکالی نداشته باشه، اما به خاطر اینکه مبادا همینطور ما در راه دیگه بریم به بسم الله قناعت کنید. البته حدیث دیگه ای هست که صفات الله رو میگه، اون رو باید ببینم و بعد براتون بگم. ممنونم از شما بیننده عزیز. پس نتیجه این است که همون بسم الله رو بگید. بیننده بعدی. بله سلام علیکم. سلام و رحمت الله. من از لندن شما رو زحمت میتونم سوال داشتم، میخواستم که از آقای استاد محترم که فعلا زنده پروگرام دارن یک سوال مطرح کنم. بفرمایید. سوال من با ارتباط عق مهر زن و شوهر است. من نمیفهمم که پرو ایره در چه قسم مستقیما امرای استاد در صحبت شوم و صحبت کنم و پیام خود بگذارم برشان، سوال خود مطرح کنم. در ارتباط عق مهر است که آیا و ایچی حکمی داره در رابط بین زن و شوهر؟ آیا شوهرم بر من میگه که تمام خوراک و پوشاک که در طول بعد از نکاح ما صورت گرفته یک کل دقمر حساب میشه، آیا می درست است؟ میخواستم این سوال از استاد محترم بکنم. تشکر. خداحافظ شما. به احتمال این سوال برای استاد خدمتی باید می بود، ولی با این وجود دیگه واقعا معلومه که درست نیست، بیشک درست نیست. نفقه بر زن، زن بر مرد فرضه و حق مهر چیزی جداست که اون رو باید در اول ازدواج بده، یا اگر چیزی به گردنش قرض مون باید بده، اون جداست. اصلا ازدواج بدون مهریه نمیشه، بدون ولی نمیشه، ولیکن حق نفقه این است که باید تا آخر عمر خرج زن رو بده، اونم نه به اون صورتی که شرط هم داره، اونم هر چی خودش میخوره و هر چی خودش میپوشه، یعنی باید مثلی که خودش زندگی میکنه زن رو در زندگی خودش شریک کنه، برای اینکه کار مفت نیست، زن رو به خونه خودش آورده، نفقه جداست و شوهر شما داره قوانین رو عوض میکنه. بی شک حرف ایشون درست نیست. بیننده بعدی. سلام خدمت شما آقای سجودی. سلام عرض میکنم. علیکم سلام. بنده عمر غبارفا هستم. بله. از آگی بندبست جاس هرمزگان از شما میخوان که من یک شب خواب دیدم حضرت علی و حضرت محمد را در خواب دیدم، شما بگید چه بلای سر من میاد، چه چیزی بر من میشه منشه. خداحافظ. خدا یاد نهادت. بله خداحافظ شما. عرض می کنم به خدمتتون، ببینید که شما اولا که از کجا می دونید که حضرت پیامبر بوده یا حضرت علی بوده؟ شما که اونا رو ندیدید و ممکنه که نبوده باشن. شما خواب ببینید سه جوره، یک خواب این است که انسان خواب رحمانی است، یک خواب شیطانی است، یک خوابی است که انسان نفسش خودش به خودش میگه، یعنی همین خوابایی که انسان چیزی فکر میکنه باز اون رو در خواب میبینه. اما عموما خواب هرچند که یک جزء از نبوته، اما این معنی نیست که خواب بر سر شما بلایی بیاره یا به شما چیزی بده. خواب رو باید، البته شما مفصل نگفتید که چی دیدید، چگونه بود، تا انسان یک تفسیری بکنه. اونایی که معبر هستن، من معبر خوابم تازه نیستم، ولیکن عموما برای شما عرض میکنم که اگه خواب بد باشه برای کسی تعریف نکنید، هیچ مشکلی براتون پیش نمیاد. حدیث پیغمبره، خواب تا وقتی که تعریف نکردید نکنید. اما اگه وسوسه شد خواب بد رو برای کسی تعریف کنید، برای یک انسان عالمی تعریف کنید که خواب رو تعبیر خوب کنه، چون خواب هر جور تعبیر بشه همونطور میشه. بذار پس اصلا به این خواب میتونید اهمیت ندید. تازه شما از کجا میدونید؟ شما که حضرت محمد ندید، صفاتش رو نمیدونید، از کجا میدونید؟ چون صفات پیامبر رو باید بدونید، این چیزایی که در کتب اومده که به این شکل بوده. اگر به اون شکل دیدید، بله شیطان به اون شکل ظاهر نمیشه. تازه اگر هم خواب دیدید پیامبر چیزی به شما گفت، باید خلاف حرفش در بیداری نباشه،
توجه کنید. یعنی یکی بود در ماه رمضان گفت که آقا من دیشب مردم شک داشتن که فردا عید هست یا نیست. خب من دیروز یا فردا رمضان شروع میشه یا نه. خب من دیشب پیامبر در خواب دیدم که گفت که فردا مثلا روز اول ماست. قاضی شهر گفت که اون کسی که تو در خواب برات گفت که فردا روز اول ماست، به رفیقاش در بیداری گفت که هر وقت ماه رو دیدید روزه بگیرید و هر وقت ماه رو دیدید عید کنید، عید بگیرید. ما گفت به حرف رفیقاش که در بیداری بود رو قبول داریم، حرف تو رو در خواب قبول نداریم. ما ببینیم و باز میگیریم. چقدر وقت داریم میره؟ ولی یک بیننده دیگر میگیم و وقت میگن تمومه. خب 46 دقیقه میگه شده، پس وقت تمومه. ممنونم از شما بینندگان عزیز. خدا حافظ و نگهدار شما تا برنامه دیگر.